شهید کیانوش آسا متولد 29 اسفند ماه 1362 در کرمانشاه و دانشجوی ترم چهارم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران و فعال محیط زیست و تنبور نواز و از اقلیت مذهبی اهل حق بود. کیانوش آسا در جریان تظاهرات سکوت روز دوشنبه 25 خرداد ماه 1388 در میدان آزادی تهران ناپدید شد و ده روز بعد در سوم تیر ماه 88 در سردخانه پزشکی قانونی تهران توسط خانواده‌اش شناسایی شد. پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت دو گلوله اعلام کرده بود. در حالی که پزشکی قانونی تاریخ تحویل گرفتن پیکر آسا را 29 خرداد ماه اعلام کرده بود، مسئولان قضایی در طول این مدت بارها به خانواده آسا اعلام کرده بودند که وی دستگیر شده و در زندان اوین محبوس است. کیانوش آسا را می تواند اولین شهید جنبش دانشجویی در اعتراضات پس از انتخابات 88 دانست. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اقدامی نمادین در همان سال تنها پارک این دانشگاه را به پاس بزرگداشت این دانشجو پارک شهید آسا نامگذاری کردند. شهید کیانوش آسا شهید سرافراز جنبش دانشجویی ایران که اولین شهید پس از وقایع انتخاباتی در ایران هست، دو سال پیش در چنین روزی خونش بر سنگ فرش های خیابان های ایران خشکید. گناه کیانوش آسا، جرم کیانوش آسا بیشک ادراک و آگاهی بود. من معتقدم نام کیانوش آسا به همراه ده ها مرد و زن دیگری که تنها به جرم اعتراض به خودکامگی و سلطه‌جویی و دیکتاتوری و پایمال شدن حق حاکمیت مردم اعتراض کردند، آن هم به شیوه مسالمت‌آمیز، تا ابد، تا جاودان جاویدان در اذهان و خاطره مردم ایران می درخشد. به راستی که ما بیچرا زندگانیم و آنان به چرا مرگ خیش آگاهانند. شک نیست که آه و ناله خانواده کیانوش آسا، مادر کیانوش آسا و بسیاری دیگر از جوانان مظلوم و بیگناه ایران که به ضرب گلوله کودتاچیان کشته شدند، قطعاً دامن استبداد را خواهد گرفت. اما شهادت کیانوش تنها ظلمی نبود که بر خانواده آسا تحمیل شد. در این سالها کامران آسا برادر او بارها و بارها دستگیر، احضار، بازجویی و تهدید شد و تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت. در این میان این مردم کرمانشاه بودند که هیچگاه خانواده آسا را تنها نگذاشتند و همواره در مراسم چهلم، نوروز، اعیاد و سالگرد او همبستگی خود را با این شهید جنبش دانشجویی اعلام کردند. پس از مردن چه خواهم شد نمیدانم، نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد شد، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم کوزه ایستاده سودگی که بهش میدم، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سودگی سازد، گلویم سودگی باشد به دست کودکی گستاخ و بازی گوش، و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد و فریاد گلویم گوش ها را بر ستو آرد، خواب خفتگان آشفته و آشفته ترزازد و گیرد او بیدین ترکیم تابان سکوت و انتقام اختناق مربارد. مصطفی خسروی، تلویزیون رسا.